اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله افسوس که عمری پی اغیار دویدیم از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم ای حجت حق پردز رخسار برافکن که از هجر تو ما پیرهن صبر دریدیم شمشیر کجد راست کند قامت دین را هم قامت ما را که ز هجر تو خمیدیم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین برادران خواهران بزرگواران و عرض تبریک دارم به مناسبت روز ولادت حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به خاطر که این کلیپ کلیپ کوتاهی است فقط بنده در یک آیه و یک حدیث اکتفا می‌کنم آیه 148 سوره بقره می فرماید ولی کل وجهتون هو مولی ها هر امتی یک قبله خاصی دارد چون آیات قبل راجع به تغییر قبله بحث کرده است می شما دنبال این بحث نگردید ولی اون چیز را که من دستور میدهم. دهم فستبقل خیرات شما دنبال خیر باشید دنبال کارهای خوب باشید و در کار خیر عجله و مسابقه بدهید سبقت بگیرید این ما تکونو یعته بکم الله جمیعا هر جایی که باشید خداوند شما را جمع می کند در روز قیامت ان الله علی کل شیء قدیر خدا بر این کار توانا هست ظاهر آیه و ترجمه آیه این هست اما بطن آیه طبق حدیث امام جعفر صادق علیه السلام صدق پیدا می کند و مصداق واقعیش یاران حضرت حجت هستند که وقتی حضرت ظهور می کند در کنار خانه خدا خداوند یاران اون را از سراسر عالم در اختیار حضرت در کنار خانه خدا قرار می دهد اینما تکونو یعتبکم الله جمیعا خداوند قادر هست که این یاران حضرت را در لحظه ظهور از شرق و عالم از شرق و غرب عالم از گوشه و کنار در خدمت حضرت قرار بدهد حدیثی را که خدمت به عرض می‌رسانم، این هست که امام صادق علیه السلام فرمودن لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی اگر من امام صادق امام زمان رو درک کنم کل عمرم در خدمت حضرت می باشم این چه حدیث زیبا و چه حدیث تکان دهنده و چه دستور جامع بر ما هست مایی که پیرو امام صادق علیه السلام هستیم مخصوصا کسانی مثل من که لباس سربازی امام زمان رو پوشیدند و خود را شاگرد امام صادق علیه السلام می دانند وقتی که رئیس مذهب ما رئیس دانشگاه ما امام صادق علیه السلام می اگر من امام زمان رو درک می کردم کل عمرم در خدمت حضرت بودم ما باید چیکار کار بکنیم این آیه که می فرماید الخیرات قل خیرات یک کار این هست که در کارهای خیر مسابقه بدهیم و عجله بکنیم الان با این بیماری که عالمگیر شده و همه بشریت متحیر و درمانده شدند هر کس هر کاری که میتواند عجله بکند و مسابقه بدهد در اون کار اونی که سخنران هست با سخنرانی اونی که استاد هست با تدریس خودش اونی که دانشمند هست با علم خودش ولو از طریق فضای مجازی اونهایی که می توانند به مریضها ها کمک بکنند به یاری دکترها و پرستارها بروند اون جوانانی که قدرت دارند سالم هستند ان الله به یاری سالمندان بپردازند سالمندانی که نمی توانند از خانه بیرون بروند مایحتاج و ضروریات زندگیشان را برایشان تهیه بکنند و با اخلاص به در خانهشان ببرند اونهایی که تاجر هست سرمایدار هست انشاءالله حرکت بکنن و امروز امتحان سخت الهی در پیشگاه امام زمان برای همه ما هست و شاید یکی از آخرین امتحاناتی هست که امت رو خداوند امتحان می کند که آیا ما می در این امتحان پیروز بیرون بیاییم و زیبایی هایی را نشان بدهیم سرمایهداران تجار اونهایی که دستشان به جیبشان میرسد یک سرمایه دارند دریغ نکنند از فقرا فقرا و مظلومین عالمی که الان بیچارتر شدند بیکاران بیکارتر هستند و الان هیچ چیزی ندارند خدمت به حضرت خدمت به دین هست و در این خدمت باید ما عجله بکنیم و این بهترین و مهمترین وظیفه ما هست که در دوران غیبت می توانیم انجام بدهیم و بهترین هدیه است که خدمت صاحب العصر و زمان ان شاء الله خالصانه تقدیم خواهیم نمود خداوند ان شاء الله این توفیق را به ما عنایت بگرداند و از زمین سازان ظهور اون حضرت باشیم و خداوند ان شاء الله توفیق ظهور حضرت را به ما عنایت بفرماید وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين